همزمان با سومین سالگرد پیروزی عراقی ها بر حکومت خودخوانده داعش، در روز پیروزی بار دیگه ده ها هزار عراقی در میدان تحریر بغداد تجمع کردند و مسیرهای منتهی به منطقه سبز از جمله پل جمهوری رو بستن تا تظاهرات به سمت دیگه رودخونه دجله کشیده نشه و در همین میدان متمرکز بمونه. اونها روی ساختمون رستوران ترکیه‌ای که نماد این اعتراضات شده هم پارچه‌ای بزرگ نصب کردن و نوشتن خون شما با ارزشه، از پل عبور نکنید. معترضین اعلام کردن جلوی هر تلاشی برای ورود به منطقه سبز رو میگیرن چون نمیخوان بهانه سرکوبشون رو دست دولتی‌ها بدن. اونهایی هم که تو میدان تحریر جمع شده بودن شعارهای ملی سر دادن، به پایکوبی پرداختن و هموطنانشون رو به اتحاد دعوت کردن. همونطور که مردم در شکست داعش متحد بودن، ما هم با وحدت خودمون مفسدین رو شکست میدیم. رفته رفته با غروب آفتاب تعداد تجمع کننده ها بیشتر شد و اونها به تشییع جنازه کشته شدگان روز قبل در این میدان پرداختن. ما اینجاییم تا حقی که از همون گرفتن رو پس بگیریم. مسئولین روز 3-4 ساعت از دفترشون بیان بیرون ببینن مردم چی میخوان. ما تا وقتی حقمون رو نگیریم همینجا میمونیم. با این حال جلسه امروز پارلمان عراق برای تصویب پیشنویس قانون انتخابات برگزار شد و برهم ساله رئیس جمهور این کشور هم از تظاهر کنندگان و مسئولان سیاسی خواست تلاش هاشون رو برای تعیین نخست وزیری که مورد قبول تمام گروه های عراقی باشه یک پارچه کنن. اعتراضات عراق از اکتبر بر علیه فساد و نابرابری اقتصادی و بیکاری شروع شده و تا حالا بیش از 400 کشته و هزاران زخمی به جا گذاشته، اما مردم این کشور همچنان با امید به دنبال پیروزی هستند. علی پیرهادی، اتاق خبر.